سلام و درود بر شما بینندگان ارجمند در هر نقطه این کره خاکی که در این دقایق و شرایط به این برنامه تلویزیونی توجه میکنید. فرامرز فروزنده هستم و به اتفاق همکاران ارجمندم در بخش فنی تلویزیون اندیشه در این ساعت در خدمت شما. اجازه فرمایید، چون این روزها ظاهرا همه رهبران سیاسی هم به نقش تکنولوژی در پیشبرد انقلاب‌ها توجه دارن، حرکت های اجتماعی و همینطور به طور وضوح ما میبینیم این نقش روز به روز در حال توسعه هست، اجازه با یک کارشناس ارشد تکنولوژی صحبت بکنیم تا ببینیم که این ماجرا تا کجا میخواد جلو بره و چه درهای تازه روز به روز در حال باز شدن رو به مردم هست در این زمینه. خانم ها، آقایان، در این دقایق گفتگو میکنم با ایمان فروتن، کارشناس ارشد تکنولوژی. آقای فروتن سلام. 30 ثانیه صبر کنم تا شما آماده بشین. بله. دستگاه کامپیوتر ما فقط الان یکیش این آمادگی رو داره، به من اشاره میکنم تا فرمان که 30 ثانیه فرصت میخوان تا این ارتباط رو با آقای دکتر ایمان فروتن، کارشناس ارشد تکنولوژی کامپیوتر برقرار بکنن. برقرار شد؟ من صحبت کنم. آقای فروتن سلام. صحبت کنم. جناب فروزنده درود بر شما. شما صدای منو دارید؟ من صدای شما رو دارم و پرشای شما رو هم دارم. یعنی تصویرتون خیلی میپره. ثابت نیست. الانم نصف صورت شما رو دارم. الان خوبه. الان خیلی خوبه. ولی تصویر به شفافی روزایی که با شما برنامه نهاد مردمی رو بعد. آقای فروتن، میخواستم با شما گفتگو بکنم امروز در این دقایق، یه مقدار توضیح بدید با توجه به وضعیتی که وجود داره و اینکه جمهوری اسلامی سعی میکنه تمام شاهراهای اطلاعاتی رو به روی مردم ببنده و هر روز یک بازی تازه‌ای رو در ایران در میارن. ممکنه بفرمایید که تا چه حد اینا میتونن موفق بشن در ایجاد این محدودیت‌ها و چه راهکارهایی رو میشه ارائه داد به جوان‌ها به خصوص برای اینکه بتونن به هر حال با دنیا ارتباط گسترده‌تری رو داشته باشن و ارتباط وسیع‌تری رو داشته باشن برای مبارزه‌ای که در واقع برای آزادی و بالاتر از آزادی زندگی دارن میکنن؟ با درود به جناب فروزنده و همچنین بینندگان عزیز شبکه جهانی اندیشه در سراسر جهان، خیلی متشکرم از اینکه از من دعوت کردید امشب من در خدمت شما باشم. جناب فروزنده، همونجوری که ما میدونیم در تاریخ مشخص شده و مستند هست که کشورهای دیکتاتوری و رژیم‌های دیکتاتوری به هر گونه‌ای که بتوانند میخواهند که مردم رو در واقعا آگاهی نداشته باشند در رابطه با اینکه در دنیا چه اتفاقی میفته، مخصوصا در دنیا و کشورهای مترقی و آزاد جهان. حالا بعضیا مثل کره شمالی خفقانی دارند که شاید واقعا مردم یک شهر ندونن مردم شهر دیگه چقدر ناراضی هستند و اصلا ندونن که در دنیا چه خبره. کشورهای دیگری هم هستند مثل مصر تا یک مقداری و جمهوری اسلامی. این در وهله اول نشون میده که جمهوری اسلامی دیگه واقعا ترسیده. یعنی وقتی که جمهوری اسلامی میاد و هفته گذشته اعلام میکنه که VPN که حالا البازمو در رابطه با اون توضیح میدم که حسابهای VPN غیر قانونیه در ایران، با وجودی که خود دولت
و کمپانی ها و سازمان های دولتی مجبورند برای ارتباط های داخل سازمانی که دارن فقط از VPN استفاده بکنند، اون موقع میبینیم که وضع چقدر خراب است. بنابراین اینها سعی خودشون رو خواهند کرد، ولی من معتقد هستم که به هیچ وجه این کارها اون نتیجه که اینو میخوان نخواهند داشت. ایرانیان به خصوص جوانان ایرانی، دانشمندان ایرانی که این همه تونستن ترقی بکنن در رشته‌های مختلف، مسلماً با کمک کسانی که در خارج از ایران هستن، هر قدمی رو که جمهوری اسلامی برداره، اینها قدم‌های جدیدتری برمی‌دارن که از دیوارهایی که جمهوری اسلامی درست می‌کنه براشون بگذرن و مسلماً بهتر و بیشتر بتونن که اون خبرهایی رو که می‌خوان از خارج از ایران بگیرن و خبرهایی که می‌خوان به خارج از ایران بفرستن. آقای فروتن، یکی از نکاتی که در مورد این فعالیت‌های شبکه‌های مجازی مطرحه و مبارزه‌های مجازی روی از طریق سیستم‌های مجازی مطرحه این است که اینها تا چه حد واقعاً با جامعه واقعی ارتباط برقرار می‌کنند. یعنی امروز بعد از سال‌ها، بعد از نزدیک داره یواش یواش رفتیم 2.5 سال هم گذشت از انتخابات سال 1388 در ایران که میگذره و خیزش آزادی خواهانه مردم و جوانان ایران در ایران، همه معتقدند به این که ببخشید همه لغت درستی نبود، عده‌ای از کارشناسان معتقدند که جامعه اون تصاویر مجازی که ما میدیدیم، اون در واقع ما رو به اشتباه و ارزیابی، اشتباه در ارزیابی وادار کرد. یعنی چی؟ یعنی ما فرض بفرمایید که مرگ ندا آقا سلطان وقتی که رفت روی صفحه تلویزیون، توجه جهان رو نسبت به ایران جلب کرد. ما اون صحنه ها رو که در ایران دیدیم، خب به ما یک جنبش عمومی و همگانی رو نشون داد، ولی واقعیت امر این نبود. واقعیت امر، منتقدین امروز این رو میگن، منتقدین دلسوزی که اتفاقا به خاطر همین حرفا قبلش هم به زندان هم افتادن، یعنی عوامل جمهوری اسلامی هم نیستن، آدم های برجسته ای هستند که میشه به حرفشون فکر کرد. درسته که جنبشی در ایران بود، ولی این جنبش همگانی نبود. اما تصاویر مجازی یا این کامپیوتر ما رو وادار به اشتباه در ارزیابی کرد که فکر کردیم که اون چه که در ایران اتفاق افتاده یک امر همگانی است و الان 90% مردم با این جنبش هستند، در حالی که چنین نبود. شما تا چه حد این برداشت رو درست میدونید از نظر اشتباهی که در قضاوت این تصاویر مجازی از طریق کامپیوتر، یوتیوب، اینترنت، توییتر، انواع و اقسام، من بعضی ها اسمش هم نمیدونم، وادار به این ارزیابی ها میکنه؟ اگه این حرف اساس و بیس و پایه‌ای داره اصلا؟ جناب فرزنده، من این نقدی رو که شما فرمودید بعضی حتی دلسوزان میگوهن باور ندارم. دلیلم این هستش که ببینید، این عزیزانی که میگویند جنبش مردم ایران و این خیزشی که داشتن همگانی نبود، اون رو بر چه اساسی میگویند؟ آیا واقعا خبر دارند به غیر از ویدیوهایی که ما دیدیم و یک سری تونستن آپلود بکنن به سایت ها، چند صد، چندین هزار شبیه اون وقایع بوده یا نه؟ آیا خبر دارند که واقعا در دل مردم ایران چه میگذره و آیا همه آماده بودند که روزی بیان و به خاطر جنبش سبز یا به خاطر پشتیبانی از آقای کروبی یا موسوی یا بهانه آن همون روز همون روزها بیان بیرون؟ برای من فکر میکنم که این سوالی استش که اون عزیزانم به احتمال زیاد پاسخ دقیق و مستند براش ندارن، همونطوری که ما هم پاسخ مستند نداریم. ولی اون حسی که اکثر ما داریم این استش که مردم ایران اکثر به اتفاق ناراضی هستن از جمهوری اسلامی. ولی اگه برگردیم به اصل سوال شما که آیا این کاری که در شبکه مجازی اتفاق افتاد و این ابزاری که داریم آیا تا چه مقداری میتونه کمک بکنه برای آزادی بخشی و رهایی مردم ایران، اجازه بدید که من این رو به این صورت جواب بدم. بسته این که ما
این ابزار شبکه‌های مجازی رو به چه نوعی بخوایم و به چه منظوری استفاده بکنیم. برای اینکه به عناوین مختلف میتونه که استفاده بشه. در وهله اول یکی که همه میدونن این هستش که اخبار داخل کشور مثل ویدیوی ندا، ویدیوی بسیاری دیگه و عکس‌ها و اخباری که اومد از داخل کشور بیاد به خارج و مردم خارج غیر ایرانی بدونن که جمهوری اسلامی، اون جمهوری که میگه ما دموکراسی داریم و انتخابات مجلس داریم و رئیس جمهور داریم، اینا به هیچ وجه همچین چیزی نیست. پس اون اتفاق افتاده و حداقل اون منظور و اون مقصودی که میشود اون ابزار ازش استفاده کرد اتفاق افتاده. یک زاویه دیگر و یک استفاده دیگر به نظر من از این ابزار، یک نکته مهمی است که من بارها بهش اشاره کردم و اون رکن سوم نافرمانی های مدنی هست. ببینید، برای اینکه در یک کسانی که معتقد هستن به نافرمانی های مدنی که از اون طریق تا حد امکان بدون خشونت با یک رژیم دیکتاتوری روبرو شد، و اینجا باید بگم که بدون خشونت منظوری نیست که خشونت نباشه، بلکه مردم با خشونت شروع نمی کنن، ولی اگر رژیم با خشونت عمل کرد میتونن با خشونت پاسخ بدن. سه رکن اصلی داره این حرکات نافرمانی مدنی. یکی این که باید اکثریت جامعه و یک کشوری با اون رژیم دیکتاتور مخالف باشه، که ما میدونیم مسلما در داخل کشور همچین این موضوع، این مورد اول درسته. دوم این که مردمی که مخالف هستند باید بدونن که فقط آنها نیستن که مخالف هستند، بلکه اون اکثریت دیگر مردم نیز مخالف هستند، که اون هم بعد از این 32 سال با تظاهرات مختلف، با 18 تیر، با این خدمتی که رسانه‌های خارج از کشور این همه سال کردن و اخبار رو گفتن و افشاگری‌هایی که کردن و این ویدیوهایی که تازه اومده، مردم نیز نه تنها خودشون اکثرا ناراضی هستن، بلکه میدونن همسایه‌شون و یا تو شیراز و اصفهان و قم و مشهد و اهواز نیز بقیه کشور نیز مخالف هستن. ولی رکن سوم برای اینکه این حرکت‌ها بتونه واقعا جون بگیره و راه بیفته، یک هماهنگی، یک مدیریتی هست که این فقط از طریق خبررسانی میتونه انجام بگیره. حالا در زمان خمینی میگویند که، من که ایران نبودم، در زمان خمینی میگفتن کاست درست میکردن تو مسجدها پخش میکردن و که آقا این کارو بکنیم اینا، یا قبل از اون یا همون موقع شاید شبنامه این حرفا بوده. کاری که در مصر اتفاقی که افتاد این نوع جدید استفاده این ابزار بود، که یک چند نفری که اون آقای جوانی هم که در کمپانی گوگل کار میکرد، با یک برنامه ریزی و نه شانسی از قبل اومدن و از این ابزار شبکه مجازی استفاده کردن برای خبررسانی و هماهنگی، که فلان روز یا فلان ساعت بریم میدان تحریر در وسط قاهره. و یا اینکه چندی پیش شما خبر دارید حتما که در داخل کشور در عرض 24 ساعت صدها نفر جوانان ایرانی یهو تصمیم گرفتن برن فلان پارک، شروع کنن آب بازی، از این تفنگای آبی بردارن و با هم آب بازی بکنن، که رژیم اونم دلشو بست و گفتش که نمیدونم غیر قانونی و سعی کرده سیا رو بگیره که حتی نتونست ببینه یک سری جوان برن و با تفنگ آبی با هم بازی کنن. پس این میشه نوع دومی که حداقل میشود از این شبکه‌های مجازی استفاده کرد برای اینکه هر چی بیشتر بشود و این کار رو پیش برد برای هماهنگی. حالا اگر ما بیایم که سیستم‌های تکنولوژی رو اصولاً به این اضافه بکنیم، یک مثال بزرگش همین کاری است که نهاد مردمی داره می‌کنه. ما برای اولین بار در دنیا در اپوزیسیون خارج از کشور جایگاهی درست کردیم که مردم داخل کشور حتی دیگه اینترنت لازم ندارن، با یک شماره تلفن میتونن زنگ بزنن به یک شماره تلفن با یک نام مستعار، بگن من علی یا حمید یا کوروش یا داریوش هستم، با این جمهوری اسلامی مخالف هستم، پشتیبانی میکنم و میخوام اینو از بین برن. و ما از این تکنولوژی از طریق شاهراهای مجازی بعد این صدای تلفن رو میگیریم، این رو انکریپت میکنیم که ندونن شماره ها کجا هست، یک شماره شناسایی آیدی مشخص و یونیک که هیچ کس در دنیا نداره به اون صدا متصل میکنیم، که در روز آزادی ایران نه تنها اونا بتونن بگن فلان روز من اومدم ثبت نام کردم در راه آزادی ایران، بلکه بتونیم که هر چه زودتر این تعداد اگر زیادتر بکنیم، جمعه 200 خورده رجیستریشن کال داشتیم، همین امروز که من اعلام کردم برنامه امروز صبح 60 تا، و اینها به تعداد اضافه بکنه که ما بریم به دنیا بگیم مثل اثر انگشت که میتونه افراد مشخص بکنه، صداشون هم مثل اثر انگشتشون باشه. و بالاخره مورد سومی که حداقل بعد از این من مکس میکنم برای سوالای بعدی،
می شود از این دنیای مجازی استفاده کرد و شاهراه اینترنتی کارهایی است که هکرها می کنند. کسانی که میرن و پروگرامرایی که کسانی که نرم افزار بلدن خوب بنویسن، بسیار خوب بنویسن و میتونن وارد سخت‌ترین سایت‌های دنیا بشن و دیدیم که چندین بار رفتن وارد سیستم‌های کامپیوتری جمهوری اسلامی شدن، حتی تونستن ویروس بفرستن تو اون بزرگترین و امن‌ترین سیستمشون برای اون غنی کردن و کارهای اتمی. و مسلماً یک سازمانی هم هست که اسمش رو اینجا داشتم، Internation Pirate Organization، یک سازمانی هست که پایرت میشه اینایی که دزد دریایی های بین المللی و بین کشورها، یک سازمانی درست شده که این هکرها هستن. اینا از جنبش سبز پارسال اعلام پشتیبانی کردن و شروع کردن اون زمان تمام اینترنت و سیستم های کلی از ساختاره حتی فکر میکنم جمهوری اسلامی رو با رنگ های سبز، عکس های سبز و غیره پخش کردن. یعنی اگر این کارها هماهنگی بشه میشود سایب به عنوان یک وسیله و یک اسلحه هم از این استفاده کرد و سایبر اتک کرد، همینطوری که الان آمریکا میدونه از چین و حتی از ایران احتمالاً داره هر روز سایبر اتک میشه به سیستم های آمریکایی. مطمئناً میشود این کارو برعکس انجام داد. پس اگر ما بتونیم در وهله اول از این سیستم ها استفاده بکنیم، تکنولوژی و مجازی، مردم داخل کشور رو بگیم که قبل از اینکه حالا لزوما برین تو خیابون و احیانا کشته بشین و شلاق بخورین و باتون بخورین و زندان برین، یک هماهنگی نشون بدیم که ما در داخل و خارج از کشور بتونیم که یک حرکتی رو با هم انجام بدیم. و اون حرکت به نظر من در وهله اول مهم نیست چی باشه، مهم این که هماهنگ باشه. مثلا ساعت 12 ظهر ماشینا تو شهرها 5 دقیقه چراغاشون رو خاموش روشن کنن، یا خیلی پروژه های دیگری که مسلما گروه ها و سازمان های مختلف دارن، ما هم در نهاد مردمی اجرا خواهیم کرد. این اراده و قدرت میده و امید میده مردم که تنها نیستن. بعد از چند حرکت این از لحاظ روانی و جنگ روانی جمهوری اسلامی و پاسداران رو ضعیف خواهد کرد و یکی از زاویه‌ای هست که میشه رفت جلو، هماهنگی ایجاد کرد، تماس ایجاد کرد. و این هم نیست که تمام مردم ایران 70 میلیون اینترنت داشته باشن. اینترنت اون نطفهش میتونه باشه که برای مثال من به یک نفر یا 10 نفر بگم، اون 10 نفر به 100 نفر دیگر بگن، اون 100 نفر دیگه برن تو خیابون در بزنن رو در همسایه که اینترنت نداره، یا شبنامه در بفرستن یا تلفن بزنن. یعنی این شبکه هایی است که از مجازی ممکنه شروع بشه و بعد بسیار سریع در سطح کشور و جامعه پیش بره و بعضی از گروه ها احتمالاً دارن این کار میکنن و نهاد مردمی نیز یک سری از این پروژه‌ای داره که امیدواریم هر چه زودتر دونه به دونه اینها رو شروع بکنه. جناب فروتن، باز برمیگردم سر حرف منتقدین از شبکه‌های مجازی. این شبکه‌های مجازی رو ایده معتقدن که آقا آدم وقتی مقابل این شبکه‌ها هست، افرادی که در مقابل این شبکه‌ها هستن اخبار ایران رو تعقیب میکنن، در پی پیدا کردن حقایق نسبت به اون چه که در ایران هست میگردند، واقعا افراد مبارزی هستند و در اون لحظه ای هم که پای شبکه نشستند و با شبکه ارتباط دارن فکر میکنن، دارن مبارزه میکنن. اما این افراد وقتی که از پای اون شبکه بلند میشن و به خیابون میان، جامعه نیست باهاش. یعنی این گپ ارتباط جامعه کل با جامعه مجازی، اینو چجوری میشه پر کرد؟ میدونید مسئله اینه، مثلا شما خودتون همطور که اشاره کردید، در واقع فکر میکنم سازمان شما در خارج از کشور یه سازمان پیشگامه در زمینه بردن این تکنولوژی یا ترک کردن نقش تکنولوژی در مبارزه و استفاده ابزاری کردن ازش برای پیشبرد این مبارزه. اینو نمیشه انکار کرد. در این مورد نه تنها حرف زدید، سرمایه گذاری هم کردید. اما آیا حس نمی کنید که این گپ، این فاصله وجود داره برای اتصال مبارزه شما از طریق شبکه‌های مجازی با واقعیت جامعه‌ای که باش مواجه هستین؟ 100% با شما موافقم جناب فروزنده. ببینید الان دیگه ما با این سوالی که شما فرمودید، صحبت ما رفت به یک واقعا مسائل سیاسی که این مردم داخل کشور که ما میدونیم در نهایت آنها هستند، عزیزان داخل کشور هستند که باید بپاخیزند
و امیدواریم با پشتیبانی جهان، با پشتیبانی کشورهای جهان، کمپانی‌های جهانی، مرد ایرانیان خارج از کشور و مردم جهان بتونن این رژیم رو بیارن پایین. پس موضوع اینه که چگونه این کار انجام بگیره. من فکر کنم حالا داریم وارد یک معضل سیاسی میشیم. ما در نهاد مردمی چندی پیش، شاید برای اولین بار 2-3-4 ماه پیش، در یک برنامه سیاسی اومدیم اعلام کردیم. دکتر بیژن کریمی ناظر بر مدیریت اجرایی نهاد مردمی اعلام کردن و گفتن به نظر من بزرگترین معضلی که الان وجود داره اصلا برای برکناری این رژیم این است که داخل کشور کسانی که صداشون تا یک مدتی میومد و هنوزم وقتی صحبت میکنن یک استراکچر و انفراستراکچر و یک اسکلتون ساختاری در داخل کشور است که حرفا اینا رو به مردم میرسونه، نیومدن بگن که این جمهوری اسلامی باید برود. به خصوص اون افرادی که نمادین جنبش سبز بودن یا هستن یا غیره، افرادی مثل آقای موسوی و کروبی، نیومدن بگن این جمهوری اسلامی باید برود، ولایت فقیه نمیخوایم، مسئله هنوز رأی من کجاست و اصلاح طلبی و بهتر میشود و برگردیم به عقب زمان خمینی یا به جلو غیره بود. به نظر ما تا وقتی که، ولی دیدید که تا وقتی که یک همچه صدای درستی و قوی و دقیقی از داخل کشور نیاد، اپوزیسیون خارج از کشور و داخل کشور نمیتونن متحد بشن و اون حرکت عظیم رو انجام بدن. بنابراین این یکی از موزلهایی است که ما فکر میکنیم به یک نوعی و به زودی امیدواریم به یک نوعی که دقیقا هم معلوم نیست چگونه این انجام بگیره. ولی برعکس دیدیم همین مصاحبه‌ای که صحبتی که آقای فرید زکریا کرد هفته گذشته توی وقتی رفته بود تهران، شبکه سی ان ان میگفت من رفتم تهران گشتیم که آقا مثلا پرفروشترین کتاب چه هست، و خودش اومد گفت پرفروشترین کتاب، ما متوجه شدیم نه کتاب آقای خامنه ای و نه کتاب احمدی نژاد، بلکه کتاب یک نویسنده آقای گارسیا از آمریکای جنوبی هست که در رابطه با یک آدم ربایی است، و چون دختر آقای موسوی چند وقت پیش رفته بود که در حبسی که آقای موسوی در منظرشون هستن با ایشون صحبت کرده بود، موسوی گفته بود این حبس من رو یاد فلان کتاب میندازه که فلانی نوشته، این کتاب مثلا هر چند هزار ممکن نسخه بوده در کشور دیگه تموم شده، کتابخونه ها ندارن این حرفا. به اضافه اینکه این سیستم رادیو تلویزیون و بلاگرانی که در داخل کشور هست قدرت هایی دارن که ما نداریم. پس من فکر میکنم اینجا تقصیر شبکه های مجازی و اینترنت و فیسبوک و توییتر نیست که رژیم جمهوری اسلامی نمیفته. ما این موزر سیاسی رو باید حل بکنیم که این موزر سیاسی هم زوایای مختلف داره. در طرح کلان نهاد مردمی بهش اشاره کردیم. مردم ما فکر میکنیم میخواهند بدانند بعد از رژیم که رفت چه میشود، دوران گذار چه اتفاقی میافتاد، برای چی میخوان برن باتون بخورن کشته بشن، که بعدش چه بشه، بدتر بشه، قانون شریعه بیاد یا یه سری با اسلحه بیان، یا احیانا کمونیستی بشه یا جور دیگر سوسیالیستی بشه، بدتر این از این روز بشه یا اینکه آزادتر بشن. این یک، مردم میخوان بدونن که چه گروهی، چه شورای همبستگی در خارج از کشور، حالا با هر اسمی کنگره ملی اینا وجود داره که تشکیل شده از نمایندگان داخل و خارج از کشور که بیان و با نامشون بیان جلو بگن ما آماده ایم که این طرح‌ها رو جلو ببریم از قبل از فروپاشی و حتی تا بعد از فروپاشی، تا زمان انتخابات آزاد برای تعیین انتخاب نو حکومت آینده. ما فکر می‌کنیم که باید زمین سازی باشه با همین اعتراضات، اعتصابات هماهنگ، نه که یه روز هزار نفر برن دم نونوایی و پس فردا 100 نفر برن در نمی‌دونم قصابی، یا یکی بگه آقا این حرفو بزنین دو تا پرچم هوا بکنن. نه، بعد بالاخره دنیا باید بدونه که این اپوزیسیون وجود داره و این لابی هایی که در واشنگتن و جاهای دیگه هستن نیان قلابی خودشون رو نماینده مردم ایران جا بزنن. پس یک مسئله مشکل و کامپلکسی هست و ما فکر میکنیم که این دنیای مجازی و شبکه مجازی همونطور که نشون دادیم جای مهمی میتونه داشته باشه در این مسئله، همونجوری که در بسیاری کشورها انجام شد. ولی خب مصر و تونس و لیبی آمادگی و این مهارت جمهوری اسلامی رو نداشتن. جمهوری اسلامی 30 سال داره کار میکنه روی خفقان مردم، اس‌ام‌اس ها رو قطع کردن و اینترنت رو قطع کردن و ساتلایت و پارازیت فرستادن این حرفا، ولی مطمئنا نه ما واقعا کوتاه میایم نه اپوزیسیون داخل و خارج از کشور. و به نظر میاد که هر روز که میگذره به خاطر اینکه واقعا زمان حساس هست، سازمان‌های مختلف، گروه‌های مختلف، عزیزان داخل و خارج از کشور دا هم واقعا دارن میگن که باید الان این همبستگی پیش بیاد و هر طرحی رو که می‌خوایم داشته باشیم، از جمله مثلا طرح کلان نهاد مردمی و یا طرح‌های دیگه شبیه اون، باید هر چه زودتر با هم پیش ببریم.
شما در خلال صحبتاتون اشاره کردید که مثلا فرض کنید که اگر 100 نفر رو یه نفر دعوت میکنه میان مقابل 1000 نفر میان مقابل یه نونوایی یا پرچمی رو یه هوا میکنن، نه یه طرح دیگه. من فکر میکنم باید این رویکرد رو تغییر به این بدیم که چجوری میشه این جویبارهای مبارزه رو به همدیگه متصل کرد، چون هر کدوم از اینا بخشی از جامعه رو به خودش نزدیک میکنه. مثلا امروز من شاهد گفتگوی آقای علیرضا میبودی در شبکه جهانی پارس بودم با شاهزاده رضا پهلوی. ایشون اخیراً یک اطلاعیه رو منتشر کردن که ما همون رو در بخش خبر تلویزیون اندیشه پخش کردیم و فوق‌العاده اطلاعیه بسیار جالبی است در دفاع از حقوق زندانیان سیاسی در ایران با ذکر نام و یه حرکتی رو شروع کردن. شما نهاد مردمیتون تا چه حد نزدیکه به ایشون و چجوری ممکنه که در همین حرکتی که ایشون آغاز کرده بتونید همراهش باشید؟ 100% نهاد مردمی از این حرکت پشتیبانی میکنه و این داره، خود پروژه بسیار عالی هست، ولی به نظر من این پروژه که در چه کاتگوری و بخشی هست مهمه. یعنی شاهزاده رضا پهلوی آمدن و یک مطلبی رو که این زندانیان سیاسی هست که جمهوری اسلامی با نقشه های قبلی برنامه تجاوز به این زندانیا رو میذاره، میبینیم که چه ابزار و وسایلی استفاده میکنه، دانشجویان و زندانیان سیاسی رو پلو قاتلین و مجرمین بعد میذاره که واقعا اینا همه جور بهشون آزار برسه. این مسئله که بسیار مهم هست، حقوق بشری هست، فرا ایدئولوژی هست و مردم داخل و خارج از کشور همگی میتونن دور اون جمع بشن رو ارائه دادن. نهاد مردمی 100% از اون پشتیبانی میکنه. ما این رو هفته پیش در برنامه تلویزیون هم اعلام کردیم، بنابراین قرارم بود به احتمال زیاد ممکنه دفتر مدیریت اجرایی نامه یا ایمیلی به دفتر شاهزاده فرستاده باشن که ما هم آماده هستیم. بنابراین این کار رو باید انجام داد. در داخل پروژه، در نهاد مردمی هم یک ماه پیش همچی پروژه اومد. آقای دکتر سیامک رفیع‌زاده عضو هیئت امنا، بانو سارا سفیری مسئول گروه زنان در آن زمان بودن، این پروژه رو که دو سه بار آوردن که ما این رو جلو ببریم، مردم بیان بگن که واقعا چه اتفاقاتی در داخل خارج از داخل کشور در این رابطه داره میشه. ولی به دلایل امنیتی، چون یک پروژه مهمی هست، چون در سطح بیانیه بسیار مهم هست. ببینید آقای فروتن، اجازه بدید با توجه به کوتاه بودن وقت، من برای اولین باره دارم میبینم و امروز که این مصاحبه رو گوش میکردم، برای اولین بار من دارم حس میکنم که شاهزاده رضا پهلوی داره یک حرکت رو پیشنهاد میکنه. دیگه بیانیه نیست، فقط داره یک حرکت رو پیشنهاد میکنه. حتی لحن صحبتش متفاوت بود کاملا با همه موارد دیگه، یعنی یک حرکت سیاسی رو داره پیشنهاد میکنه. شما آیا تو این حرکت میتونید با اون هم صدا باشید و همراه باشید؟ یعنی حالا که ایشون به نظر میرسه حرکتی رو میخواد آغاز بکنه، آیا شما به عنوان نهاد مردمی میتونید علارغم همه تفاوت نظرها باهاش نزدیک بشید؟ یه نیرو میتونه بهش نزدیک بشه؟ جناب فروزنده، شخص ایمان فروتن 100% و من مطمئن هستم که نهاد مردمی نیست 100% پشتیبانی خواهد کرد، برای اینکه هدف نهایی همه ما آزادی ایران هست. و بارها شما خودتون میدونید، خود بنده بارها با شاهزاده رضا پهلوی جلسه داشتم، جلسه خصوصی در رابطه با ساختار نهاد مردمی، سیستم نهاد مردمی داشتم که ایشون بسیار تشویق کردن. از سالهای قبل که پروژه دیگری مانند پشیز و غیره داشتیم با ایشون آشنایی داشتیم. و در نهاد مردمی که یک سازمان فرا ایدئولوژی هست، به نظر من بدون اینکه آمارگیری دقیقی کرده باشیم، اکثریت پشتیبانان نهاد مردمی، چه چپ چه راست، چه طرفدار پادشاهی و جمهوری، باور به این دارن که یک شخصیتی که در سطح بین المللی در خارج از کشور و در داخل کشور نیز بسیار طرفدار دارن که شاهزاده رضا پهلوی است، وقتی که جلو بیفتن و واقعا یک همچی پروژه‌ای اجرایی رو پیشنهاد بکنن، مسلما
من فکر نمی کنم کدوم سازمانی بخواد باشه که با اون بتونه مخالف باشه. بنابراین با وجودی که من سر کار بودم تمام روز و مصاحبه رو ندیدم، بنابراین در رابطه با نحوه صحبت کردن ایشون و یا دقیقاً که چه پروژه‌ای بوده، احیانا اگر اون پروژه‌ای بود که دو سه روز پیش، یعنی روز جمعه تقریبا پنجشنبه و جمعه از طریق اینترنت هم بیرون اومد که 100% اون مربوط به زندانیان سیاسی است، من میتونم به شما قول بدم که نهاد مردمی پشتیبانی خواهد کرد. من از کاتگوری فقط یه جمله بگم، این بود که دقیقاً این نوع کاراست کمک خواهد کرد. یعنی از داخل کشور وقتی یه سری پروژه‌ای برای ما میاد میگن آقای فروتن الان که جمهوری اسلامی اینجوری مردم رو خفه میکنه، بد نیست که تظاهرات در رابطه با این دواهای بدی باشه که از چین یا روسیه اومد توی خوزستان و یک سری رو در بیمارستان کشت، در رابطه با این اختلاس پولایی باشه که در بانک‌ها هست. یعنی اینا چیزایی هست که مردم خونشون به جوش میاد و فرق نمیکنه حکومت جمهوری اسلامی باشه یا که جمهوری دیگر باشه، وقتی که حکومت دزدی میکنه و به زندانیان اینجوری آزار میرسونه، اون نوع حرکاتی است که ما فکر میکنیم بسیار میتونه کمک بکنه و بعد وسط کار مردم وقت میتونن حرفشون رو عوض بکنن به اون چیزی که در نهایت میخوان و از بین رفتن جمهوری اسلامی است. جناب فروتن، دلم میخواست که فرصت بیشتری داشتیم، ولی بدون تردید در آینده نزدیک باز این فرصت فراهم میشه. امیدوارم شما رو در استودیو داشته باشم. به شما وقت بخیر میگم و سپاسگزارم به خاطر شرکت در این مصاحبه. بسیار من هم متشکرم و اگه اجازه بدید میخواستم یادآوری بکنم به تمام عزیزان داخل کشور که نهاد مردمی شاید تنها سازمانی است که تاکنون بیش از 3000 خورده ای حساب VPN رایگان تقدیم عزیزان داخل کشور کرده که بتونن از سدهای مجازی جمهوری اسلامی رد بشن. در یه جمله بگین VPN چیه؟ VPN مطمئن ترین نوع شکوندن دیوارهای سدی هست که جمهوری اسلامی درست کرده که از داخل کشور مردم نتونن بیان و سایت های مختلف و مثل سایت نهاد مردمی سایت های دیگر رو ببینن، اخبارشون رو ببینن. وقتی که مسدود میکنن، VPN یک نوع سیستمی هست که این نه تنها دقیق هست بلکه اینکریپت شده هست و جمهوری اسلامی تا امروز نتونسته وی پی ان رو ببنده. ازتون دعوت ببندن وی پی ان رو نتونستن. ازتون دعوت میکنم در یه فرصتی که در لس آنجلس باشید تشریف بیارید و دقیقاً در مورد وی پی ان صحبت بکنیم، به تفصیل توضیح بدید تا بینندگان در داخل ایران به خصوص بدونن که شما از چی صحبت میکنید. متشکرم. و اگر وی پی ان بخوان فقط کافیه یک ایمیل بزنن به vpn.nahad@gmail.com vpn.nahad@gmail.com. بسیار متشکرم از دعوت شما جناب فروزنده و بدرود به همه عزیزان در سراسر جهان. سپاسگزارم. بینندگان ارجمند، هر جا که هستید لبهای پر لبخند، دلهای شاد داشته باشید و روزگار رو به کام خودتون بچرخونید.